شهر جدید کابل، بزرگترین پروژه مسکن و شهرسازی در افغانستان با هزینه 6.5 میلیارد دلار به طور رسمی توسط ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء طی یک مراسم رسمی افتتاح شد. پروژه کابل جدید 1.5 برابر بزرگتر از کابل فعلی است که مساحت آن 370 هزار جریب زمین را در بر می‌گیرد و قرار است در 4 فاز طراحی و ساخته شود. کار فاز اول این پروژه در قطعه دوم افتتاح شد. در این قطعه 2300 خانه مسکونی برای 12000 نفر ساخته خواهد شد و کار فاز دوم از فاز اول توسط یک شرکت خصوصی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می شود که زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را برای هزاران نفر فراهم خواهد کرد. و پروژه کابل جدید در دو مرحله چندین ساله تمام خواهد شد که در مرحله اول برای 1,500,000 نفر 250,000 خانه مسکونی ساخته می شود که ساحات تجاری، کشاورزی و تفریحی در آن شامل است و بر اساس گفته های ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، پروژه کابل جدید با تمام امکانات پیشرفته دنیا مجهز خواهد بود که پس از تکمیل پروژه انتقال نفوذ از کابل فعلی به کابل جدید آغاز خواهد شد که بسیاری از مشکلات شهری مانند ازدحام جمعیت و حوادث ترافیکی را از پایتخت برطرف خواهد کرد. پروژه کابل جدید یک پروژه ملی بین بخش خصوصی و امارت اسلامی در سطح کشور است که فرصت کار و اشتغال را برای هزاران نفر فراهم خواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی می خواهد در این پروژه سرمایه گذاری کنند و این بهترین فرصت است.
بله، 100% یک مجده بزرگی است. امید است که فامیل ها بیشتر شود، در اینجا مکاتب امار شود، پهنتون ها، همچنان بخش های پارک های تفریح و بخش های دیگری که باعث آرامش و باعث گسترش در سطح شرکت در سطح خود کشور واقع گردد. هم امروز آمدیم در قسمت کابل جدید، کابل نو، و همچنان وطندارای ما از نگاه سرپناه خیلی مشکلات داشتم و یک شهرک معیاری نبود. این شهرک یکی از معیاری ترین شهرک ها ساخته میشه، اونم در قلب کابل. بسیار خوشحال هستیم که یک کارکرد بزرگی را وزارت شهرسازی و مسکن در طی سالهایی که مدت 2 سال میشه یا بیشتر در کشور اقدام به فعالیت کردن و یک گسترش چشمگیر را در عرصه خصوصا شرکت خاور داشتند. امروز خوشحال هستیم که شاهدی همچو افتتاح در شهر کابل می باشیم. اینمی عموم پروژه هایی که در سطح کابل هست، مثل شهرک پیروزی است و شهرک امارات است، اون خودت گفتی اینمی ها کلشان در پلان هستن، کار میکنن تحت نظر وزارت شهرسازی. به نام یاد پروردگار، سلام وطندارای مهربان ما، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به خوبی و به خوشی بگذرم. تشکر از وطندارای که همیشه برای تماشا 34 افغانستان انتخاب میکنه. ما امروز واقعا خوشحال هستم به وطندارای خود خوشخبری دارم، به خاطر که در حدود خیلی سالهای متمادی متاسفانه که در این شرک که ما قرار داریم کار صورت نگرفته بود. البته کاری در زمان جمهوریت آغاز شده بود، اما با تحولات اخیر کارش بند بود و فعلا هم کارش امارات اسلامی افغانستان دوباره شروع کردم. ما هم امروز آمدیم در قسمت کابل جدید، کابل نو، در قسمت ولسوالی دهسبز قرار دارم. واقعا با تکمیل شدن این پروژه حیاتی خیلی وطندارای ما صاحب کار میشه و همچنان به معیاری سازی شهر کابل خیلی کمک میکنم. امروز هم مقامات امارات اسلامی افغانستان آمده بود، از جمله ملا برادر و همچنان حنفی صاحب و دیگر مقامات که حضور داشتند. جای بسا افتخار است که با آمدن امارات اسلامی افغانستان خیلی کار کردند، از جمله که اینی بزرگترین شهرکی است که جور میشه و در قسمت دهسبز ولایت کابل قرار دارد. شاید وطندارای ما از منطقه عبور کردن و دیدن که کارش امروز رسما شروع میشه، دیگه انشاءالله که یک مدت در بر میگیره که کار همه پروژه تکمیل شود و برای ایجاد شهرک رهایشی و همچنان وطندارای ما از نگاه سرپناه خیلی مشکلات داشتم و یک شهرک معیاری نبود. این شهرک یکی از معیاری ترین شهرک ها ساخته میشه، اونم در قلب کابل و به گسترش کابل خیلی کمک میکنه که شهر دورتر بره. انشاءالله در این قسمت ها توجه صورت نگرفته بود، حال فضل خدا کار اینمی شهرک دیگه شروع شده. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. امروز همی افتتاحیه فاز دوم پروژه کابل جدید است، ما امروز آمدیم اشتراک بکنیم با جمعی دوستان رفقا. چقدر خوب شد که این رقم پلان ها را امارات اسلامی افغانستان روی دوست میگیره و چقدر زمینه کار با وطندارای ما فراهم میشه؟ بسیار زیاد زمینه کار با وطندارای چیز میشه، مساعد میشه و یکی ای همی تجارت پیشه را تشویق میکنن که تا بیشتر بتوانند پروژه خود انکشاف بتوانند کار بکنند و اینمی ها برشان یک تشویق است. دیگه ما از این بسیار زیاد خوشحال هستیم، خوشحال هستیم که شاید بیشتر ازش باشیم، بتوانیم اشتراک بکنیم، ببینیم و دستاوردهای امارت اسلامی را. ما بسیار زیاد خوشحال هستیم. چی کار بار میکنیم؟ من کارمند وزارت شهرسازی هستم.
واقعا وزارت شهرسازی خیلی کار کردن. اینمی عموم پروژه هایی که در سطح کابل هست، مثل شرک پیروزی است و شرک امارات است، وانه خودت گفتی اینمی ها کلشان در پلان هستن، کار میکنن تحت نظر وزارت شهرسازی و اینمی پروژه ها کلش مسئولیت نمیردن وزارت شهرسازی که بتانن از یا چیز بکنن، اینی مسئولیت کنترول شد دارن دیگه. اینمی وظیفه وزارت شهرسازی است. هدف وزارت شهرسازی در این کارا چی است؟ وزارت شهرسازی اینمی عموم پروژه هایی که در سطح کشور چیز میشه شروع میخواین به کار بکنن، از طریق ریاست پلان های تفصیلی برشان نقشه داده میشه و اونا نظر بینمو پیش میران و کار خدا میکنن. انشاءالله چند سال بعد شاید باشیم که کابل دیگه شناخته نشه بخیر. انشاءالله انشاءالله خوشحال هستیم که بخیر او روزانم ببینیم. کارکرد امارات اسلامی افغانستان که در دو سال گذشت چقدر قناعت بخش است به خود؟ بسیار زیاد قناعت بخش است. یکی حساب همی است که زمینه کار برای همه کسا و غریبا، خصوصا این کسایی میتونن سابقه ما شاهد ازی بودیم که مثلا ما در یکان بستا اپلای میکردیم تا یکی واسطه نمی بود، تا یکی یک کس نمی داشتیم، ما نمیتونستیم که استخدام به کار شویم. اینمی ما از امارت اسلامی بسیار سپاسگزار هستیم که فعلا برای امی غریبا کسایی که کس ندارن بینمو مردم سبینه که کنم ولایت شده. ما اصلا از ولایت قندوز هستم. هموطن هست ما شما؟ بله بسیار. قندوز هستیم شما؟ اول سوال خانواد. ما از چاردار هستیم. بسیار خوب. اینم یک تعداد وطندارای ما میگه که امارات اسلامی افغانستان قوم پرستی میکنه. خودت از قندوز هستی و از دیگه قوم هستی میری کار میکنی بخیر؟ نه خود یک گپا فعلا در ادارات ما وجود نداره به حساب قوم پرستی. اما کس نظر به ما لایحه وظایف خود کار خود پیش میبره. بخیر. خوش شدم بسیار زد. السلام علیکم. سلام برادر، خوب هستین؟ صحت هستن؟ باشین. زنده باشین. جور هستین؟ الحمدلله. بخیر باشین، سلامت. نامتون؟ دادالله. دادالله جان. چی میکرد اینجا خود؟ ما دی امروز آمدیم بخاطر بازدید از شرکت خاور، افتتاح شرکت خاور و امروز بسیار خوشحال هستیم که یک کارکردی بزرگ را وزارت شهرسازی و مسکن در طی سالهایی که مدت دو سال میشه یا بیشتر در کشور اقدام به فعالیت کردن و یک گسترش چشمگیر را در عرصه خصوصا شرکت خاور داشتند. امروز خوشحال هستیم که شاهدی همچو افتتاح در شهر کابل می باشیم. چی کاروبار میکنیم؟ ما خود ما فعلا فارغ شدیم که ادام مصرفیت خاص نی. چطور خبر شد اینجا افتتاح؟ ما در همین شرک زندگی میکنیم دیگه جانا، باز از ما خاطر شرکت کردیم در شرکت خواهر. خانواده ها زندگی میکنن؟ بله، در حدود 20 فامیل بیشتر یا کمتر زندگی میکنن. این خوش خبری زدگی؟ بله، 100%. یک مجده بزرگی است. امید است که فامیل ها بیشتر شوه، در اینجا مکاتب امار شوه، پهانتون ها، همچنان بخش های پارک های تفریح و بخش های دیگری که باعث آرامش و باعث گسترش در سطح شرکت در سطح خود کشور واقع گردد. کار امید از زمان جمهوریت شروع شده بود به نظرم، دو سال توقف کرد و فعلا شروع شده. بله، از مدت دیر زمان است که شرکت خاور فعالیت به کار کرده و چندین مراتب تصمیم بود که شرکت افتتاح شود. نظر به بعضی مشکلات های امنیتی، به بعضی مشکلات های دیگه که صدی راه شده بود، نشد که شرکت خاور به افتتاح شود و فعلا در زمارت امارت از هر نگاه، لیاد امنیتیش، از بخش های مختلف اقتصادش توانست که در روی کار شود و به افتتاح خود آغاز کنه. در وقت در این قسمت زندگی میکنیم؟ تقریبا مدت یک سال میشه. یک سال؟ بله. نو آمدیم؟ بله، نو آمدیم. خدا را شکر که در یک سال مشکلات همی شرک چی هست؟ دیگه در مدت یک سال در زمان جمهوریت که ما بودیم، رای ورود به سرک عمومی از لحاظ امنیتیش دیگر امنیتی درست نداشت و برق ندارد. امید است که همین افتتاح باعث شود که برق دایی بیاید و رشد چشمگیر را در عرصه داده شود باشه. السلام علیکم. و علیکم السلام. خسته نباشی. زنده باشی. بخیر. خدا معرفی کنه نامتون. نامم جان محمد است. جان محمد، چی میکنی اینجا خودت؟ یه تکسیونی میکنم. برا چه کنم؟ کار خونیش. خدا میرم. روز تا اگه ایساد میشیم، خدا را شکر است. مقصد روز خدا میز گرم. خانه کجاست؟ خانه دمی شرک است. آقا جان، امارات اسلامی افغانستان
بزرگترین پروژه را در کابل تطبیق میکنه و پروژه کابل جدید که 1.5 برابر کابل فعلی است عملی میشه. چقدر خوب شد؟ بسیار خوب شد. کار خوب است، کار نیک است که پروژه که فعال شوه، مردم در کار میشه، مردم نان پیدا میکنه، مردم از جنجال و مصیبت خلاص میشه. این کار نیک است. خصوصا کسایی که نیازمند است مسکن نداره با وام داده میشه. چقدر کار خوب، هم ثواب و هم خرما. هزارها نفر صاحب کار میشه. آی خوب، خیلی کاری نیک است که همین مردم دیگه چیزی نمیخواه. شکر آرامی است، دز و رزن و ایگه پا خلاص شد، جنگ خلاص شد. یگانه مشکلی که مردم داره اینمی مشکل اقتصادی است. اینمی که کار به مردم پیدا شوه و یک لغمنان پیدا شوه، دیگه مردم چی میخواه؟ آرام است. تطبیق شدن پروژه کار دیگه فرام میشه؟ انشالله خدا مهربان است، خدا خیرتان بده. خوب گپ است. امارات اسلامی افغانستان شورای کابل قندار را جور کرد، اما تو شورای سالنگ چقدر خوب شد؟ بسیار خوب شد. همین رای خراب، رای که 24 ساعت حادثه میشد، مردم ها در موترا کشته میشد، حالی که راز سم صحیح و پاک شوه و به حساب قیر شوه، چقدر سوک سالنگ رفته به مردم. بلی هم از خودم از بدخشان هست، رای ما هم سالنگ است. چقدر خراب؟ بسیار خراب بود. حالی فضل خدا کار شروع شده، تو نلام جور میشه. بسیار خوب گپ است، کاری نیک است، کاری خوب است، کاری ثواب است. کاری است که مگه مسجد خراب کن راه را جور کن. راه خوب بسیار یک کاری نیک است که جور شد و به مردم سهولت میشه، مردم آرام میشه، از حادثه ترافیکی جلوگیری میشه، از هر حساب دیگه خوب میشه. به نظر خودت کاکا جان چرا سابق همین پروژه عملی نمیشه؟ والا سابق دیگه پیسه بود، پیسه را ای میگیره به او میداد و بویده بو. ما یک مطل داریم، بویده بو نموت میمون خلاص دیگه. کسی پرسان هم نمیکرد، مردم های واسطه دار بودن، مردم های پیسه دار بودن، پروژه را میخریدن. حال خوب گپا نیست، فضل خدا دادن پاس میداد یکی به دیگه. اهمیت چگونه؟ اهمیت فضل خدا خوب است، نهایی خوب است. سابق چگونه بود؟ سابق خود بعد از شام ما برآمده نمیتونم. دمیجا این دمی چهار گرد و اطراف ما، شام پس ما نمیتونستیم برای حال خود شب و روز بگردیم، کسی کار ما نداره. خوب که پس وطندارای ما از یک نایه شکایت داره که کار نیست. همه فقط مشکل ما اینمیست، مشکل مردم اینمیست که کار و غریبی نیست، مردم فقیر و بیچاره شده، نان بساب مشکل پیدا میشه، یک لقمه کسی پیدا میکنه کسی نمیکنه، اینمی مشکل داریم. بله بخیر باشه، زنده و سلامت باشه.